سلام و وقت تان بخیر. با برنامه پس از خبر از آریانا نیوز با من بسیرجو خوش آمدید. مجلس نمایندگان با گماشتن یک هیئت مسئله ادعای تجاوز جنسی بر کودکان دانش آموز در لوگر را بررسی می کند. اعضای مجلس نمایندگان تاکید دارد که حکومت نباید از کنار این مسئله به سادگی بگذرد. رئیس مجلس نمایندگان قضیه ولایت لوگر در پیوند با خشونت های جنسی با دانش آموزان را جنایت بزرگی می داند و خواهان محاکمه عاملان آن است. یک فعال مدنی لوگر که گفته می شود این موضوع از سوی او همگانی شده، در گفتگو با برخی رسانه ها ابراز داشته که صحبت هایش تحریف شده است. در این مورد گزارش داریم، گزارش با هم یک جای می بینیم، دوباره برمیگردیم. پس از نشر گزارش خشونت‌های جنسی در برابر بیش از 500 دانش آموز در ولایت لوگر، اعضای مجلس نمایندگان واکنش تند نشان دادند. این نمایندگان میگویند که این عمل یک جنایت بزرگ است و باید عاملان آن شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند. لوگر متعلق تنها به نماینده های لوگر و یا مردم لوگر نیست، مربوط به افغانستان است. این مسئله ملی هست، یک مسئله بسیار مهم است که باید به صورت دقیق بررسی بشه. ما خواهان تشکیل یک هیئت مختلط هستم. ما میتونیم انکار بکنیم و باز بر این داستان تلخ لوگر ما سرپوش بگذاریم، اما این چاره عده کثیر مورد ظلم قرار گرفته. خواهشان سکوت نکنین. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان قضیه آزار و اذیت جنسی در برابر آموزگاران را در ولایت لوگر وحشتناک می‌داند و خواهان محاکمه عاملان آن است. اخباری که مبنی بر تجاوز جنسی به معارف لوگر اخبار شد واقعا وحشتناک است. کمیسیون فرنگی با وکیل صاحبایی که از لوگر هستند عاجل یک تعیین بکنند برند. سرانجام مجلس نمایندگان با اکثریت آرا هیئت را تعیین کرد تا اتهام تجاوز جنسی که در برابر دانش آموزان در ولایت لوگر صورت گرفته را بررسی کنند و عاملان این جنایت شناسایی و به کیفر برسند. برای بحث بیشتر در این مورد مهمانان من در این برنامه خانم نوریه نهضت، سخنگوی وزارت معارف، و آقای حبیب رحمان پدرام، عضو مجلس نمایندگان در برنامه با ما هستند. سلام بر شما، شبتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. خانم نهضت، در نخست بگوین که حالا از قضیه لوگر که آزار اذیت جنسی 540 دانش آموز دو روز میگذره، در این زمینه شما تا امروز چه اقدامی را روی دست گرفتین؟ بسیار تشکر. سلام بر شما، سلام بر آقای پدرام و بیننده های محترم. ببینین، در قدم نخست ما میخوایم عرض بکنیم که این آمار و ارقامی که بیرون داده شده کاملا اشتباه است. به این شکل ای ارقام درشت نباید شریک می شد با رسانه ها. بالاخره یک فردی که خودش را مسئول جامعه مدنی میگه و نام مسئول هم افزود شده بر نهاد اینا، و اینا طبیعی که مسئولیت دارن، ولی میاین غیر مسئولانه بدون ای که تحقیق را به شکل درستش انجام بدن. بدون در نظر داشتن. آیا شما در این زمینه بررسی ها را انجام دادین؟ اگر هم انجام دادین شما میگین ای ارقام اشتباه است. آیا تنها ارقام اشتباه است یا اینکه در کل موضوع شما رد میکنین؟ ببینین، میایم تمام پرسشاتون پاسخ میدم، ولی روش تحقیق اینا کاملا اشتباه است. ببینین چطور ممکن است و این چطور منطق ما میتونه بپذیره که بالای 500 کودک در 6 مکتب در جریان 6 ماه مکررن تجاوز صورت میگیره؟ آیا ما در کدام عصر قرار داریم و هیچ این مسئله بیرون داده نمیشه؟ هیچ فردی به شبکه‌های اجتماعی، به تلفن، به اینترنت، به هیچ چیزی دسترسی نداشته که بیای همچون یک موضوعی را بیرون بته و بالاخره ای درز بکنه. یعنی شما این موضوع را کاملا رد میکنید؟ به شکل 100% رد نمیکنیم. یکی دو مورد ما قضایای آزار و اذیت جنسی و یا هم اقدام به تجاوز را داشتیم. آخرین موردش سال گذشته در شهر کابل بود که یکی از ملازمین مکتب میخواسته که تجاوز بکنه یا قصدی همچون کار را داشته بالای یک تخفات شما در لوگر بیانگر چیست؟ هفتم. ولی حقیقت ندارم قضیه لوگر. ما باز هم یک هیئتی را تعیین کردیم که بررسی بکنه. ما حتی از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواستار تحقیق شدیم در این مورد و ما انتظار داریم که آقای محمد موسی که اینا این گزارش را دادن به رسانه گاردین و سایر رسانه‌های افغانستان که بالاخره در این قسمت هم یک برخورد مسلکی صورت نگرفته، اینا تمام اسناد، شواهد و مدارک را اینا ارائه بکنن در پیوند به تحقیقی که انجام دادن
و ما این را جدا بررسی میکنیم، افزون بر وزارت معارف، افزون بر هیئتی که ما تعیین کردیم. این ادعاها باید ثابت شوند، چون این لطمه کلان را میتونه وارد بکنه به حیثیت و اعتبار یک نهاد بسیار خوشنام که معارف است. ببینین، این بحث ما نباید از سرش ساده بگذاریم. معلمین افغانستان، مدرسین با 1001 مشکل در شرایط فعلی میآیند، با معاش امتیازات اندک، وظیفه بی‌نهایت مقدس را بر عهده دارند. اگر شما یک اتهام را میآیین وارد میکنین به یک شکلی که روش تحقیق شما درست نیست و شما اسناد، شواهد و مدارک ارائه نمیکنین، پس در این صورت پیامدهای از این میتونه که از استعمال یک بم اتم هم بسیار خطرناکتر باشد. و ما انتظار داریم که مسئول جامعه مدنی ولایت لوگر در اقبال پاسخگو باشند، تمام اسناد، شواهد و مدارک را اینا در اختیار ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان، در اختیار هیئتی که ما قرار دادیم و هیئتی که از طرف پارلمان افغانستان تعیین شده در این قسمت و موظف شده قرار بدن که قضیه جدا پیگیری شود، سیاه و سفیدی باز بر مردم افغانستان روشن شود و ما نباید یک دلیل دیگه شود جامعه مدنی ما، البته یک نهاد جامعه مدنی در کنار صدها علت و عامل دیگه که مانع رفتن اطفال ما به مکتب شده، جنگ و ناامنی، فقر اقتصادی، امانت‌های فرهنگی، سه کلانترین مشکلی است که ما امروز داریم در مقابل اطفال افغانستان و 3.7 میلیون طفل ما را از رفتن به مکتب محروم کرده. تشکر خانم. و این گزارش میتونه که پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. انتظار داریم که مرجعی که گزارش را نشر کرده پاسخگو باشه. آقای پدرام، شما این آزار اذیت جنسی دانش آموزان 540 نفر در ولایت لوگر را چقدر تکان دهنده میدونید، در حالی که خانم نوری نهضت کاملا این موضوع را رد کردن و گفتن که شاید یک الی دو موارد اتفاق افتاده باشه؟ به نام خداوند، درود بر شما مهمان گرامی و همه بینندگان ارجمند. ما خیلی راحت و به سادگی کماف سابق میتونیم تمام این موضوع را رد بکنیم و یک آبروی خیالی برای خود جور بکنیم و از کنار واقعیت‌های تلخ جامعه افغانستان گذر بکنیم. ولی این چاره کار نیه. متاسفانه سالهای فراوان رفته و ما به خاطر اینکه طرح برخی از موضوعات تابو بوده، سخنان ممنوع بوده، جرأت و جسارت پرداختن به اونها را نداشتیم. یکی از همین حرف‌های ممنوع بحث متاسفانه آزار جنسی اطفال و به ویژه پسران است که متاسفانه تا کنون یک تابو بوده و سخن گفتن در این مورد چیزی جز متاسفانه آبروریزی در ظاهر قضیه به همراه نداشته. اما این نقطه پدرام، شما این موضوع را یعنی تأکید میکنید آیا این موضوع درست است؟ آزار و اذیت جنسی 540 دانش آموز در ولایت لوگر را شما یعنی میپذیرین آیا این موضوع درست است در حالی که خانم رصد رد کردن؟ ما و شما در جامعه به نام افغانستان زندگی میکنیم. هر کس اگر متاسفانه آزار جنسی پسران را که به بچه بازی مشهور شده ایر رد میکنه، قطعا در این جغرافیا زندگی نکرده و چیزی از واقعیت‌های زندگی این مردم نمیدانه. اما این که چه تعداد مورد آزار جنسی قرار گرفتن، 540 نفر، 500 نفر، 50 نفر، 5 نفر، این نه، ایره هیچ کس فعلا نمیتونه رد بکنه و نمیتونه تایید بکنه. ما نباید پیش از پیش فورا یا کاملا رد بکنیم، بگیم نه برادر، خیر خیریت است، هیچ گپی نیست، هیچ چنین اتفاقی نیفتاده، یا که بگیم که 100% چنین اتفاقات افتاده. ما در نشست علنی امروز مجلس اتفاقا بر همین موضوع تاکید کردیم که برای روشن شدن این مسئله، برای روشن شدن این مسئله در انظار افکار عمومی، لازم است که هیئت همشمول از نمایندگان مجلس، لوی سورنوالی، پلیس و امنیت ملی، وزارت مالف و حکومت محلی یک هیئت مختلط و همشمولی تشکیل بشه. اینها برن به ولایت لوگر با مظلومین و متضررین از نزدیک بشینن و این موضوع رو به صورت جدی تحقیق بکنم و نتیجه گزارش رو با مردم در میان بگذارم. حالا که شما آزار اذیت جنسی دانش آموزان در ولایت لوگر را تایید میکنید و میگید که این موضوع درست است، این آمار درشت آزار اذیت جنسی دانش آموزان در ولایت لوگر تا چی اندازه فکر میکنید یک جنایت است؟ ربطی به آمار نداره.
آزار و اذیت چقدر اوج یک جنایت را نشان میدهد این موضوع؟ آزار و اذیت یک طفل، یک طفل حتی جنایت است، جنایت علیه بشریت است. این قانون حمایت از اطفاله که ما با خوردم ایر بریم بخوانین که بری یک طفل در قوانین ما چقدر قانون پشت سرش ایستاده، چقدر بری یک پشتیبانی از یک طفل. ما قوانین بسیار مدون و مقبولی داریم، ما به آمار کاری نداریم. گفتم چه 5 نفر، چه 50 نفر، چه 500 نفر، چون این اتفاق تلخی افتاده، کودکان مورد آزار جنسی قرار گرفتن و خود ای در نفس خودش یک جنایت است. و البته تاکید میکنیم که این پدیده آزار جنسی پسران قطعا محدود به ولایت لوگر نیست و متاسفانه در برخی از ولایت‌های دیگه هم عمومیت داره. ما باید از تابو کردن و ترک کردن چنین مسائلی نترسیم. این واقعیت‌های جامعه افغانستانی است. یک جلسه‌ای که در مجلس نمایندگان گرفته شد، همچنان در این جلسه فیصله شد که یک هیئت تعیین میشه برای بررسی این قضیه در ولایت لوگر. آیا شما بررسی این قضیه را آغاز کردین یا خیر؟ هیئت امروز تعیین شده، از 7 کمیسیون، از 6 کمیسیون هر کدام 2 نفر، 2 نفر از وکیل صاحبای لوگر، اینا موظف شدن. البته امروز فقط مشخص شده، هنوز هیئت کار خود شروع نکرده. در زودترین فرصت هیئت انشالله به ولایت لوگر سفر خواهد کرد و انشالله گزارشش با شما طریق رسانه‌ها و مجلس خواهد شنید. تشکر. خانم نهضت، در حالی که گفته‌های شما را آقای پدرام رد کردن و میگن که این موضوع درست است، اما معلوم نیست که آیا این آمار درستی که به بیرون درس کرده حقیقت داره یا خیر. اما آزار و اذیت جنسی دانش آموزان در ولایت لوگر رخ داده. شما در این زمینه گفتین که بنابر گزارش‌هایی که شما انجام دادین، بنابر بررسی‌هایی که انجام دادین، حالا که این موضوع رسانه‌ای شده و به بیرون درس کرده، فکر می‌کنید به بیرون درس کردن یا شدن این موضوع چقدر میتونه روی ذهنیت ها تغییر بگذاره تا از رفت ممانعت شو از رفتن دانش آموزان به مکاتب؟ ببینین، این طبیعی است که این موضوعات تاثیرها و پیامدهای منفی خودش را میداشته باشه. ما با آقای پدرام موافق هستم در بعضی مجازات عاملین آزار و اذیت اطفال افغانستان. ما هم در کنار نمایندای پارلمان افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، ایرا ما هم مسئولیت خود میدانیم که ما هم بررسی بکنیم و جدا بررسی و تفتیش بکنیم و حقیقت این گزارش را پیدا بکنیم. ولی ببینین، بعض در اینجا است که چگونه آمار درس میکنه، ما با استفاده از کدام شیوه ها میخواییم تحقیق بکنیم و آمار را به چه شکل میخواییم یا اطلاعات را به چه شکل میخواییم به مردم برسانیم. هدف ما این است، ما مکانیزم همکاری با نهادهای جامعه مدنی را از سال 98 تهیه کردیم، به تمام نهادهای مدنی افغانستان فرستاده شده. ما بر اینا اجازه نظارت از کار ما را دادیم، از داخل مکتب، از ریاست معارف، از خود وزارت معارف در مرکز افغانستان. تمام نهادهای مدنی حقیره دارن که نظارت بکنن از کار ما، نتایج یافته های نظارتی خودشان را با ما شریک بسازن. بدون شک که اگر ما میبینیم کمی و کاستی در کدام جای رخ داده، بدون شک ما در او قسمت مسئول هستیم و ما او رو مرفوع میسازیم. ولی ببینید، بعض اینجا است که یک گزارش با یک آمار نادرست، با یک روش تحقیق نادرست میآیند درس میکنه به سطح رسانه ها و بالاخره مسئول جامعه مدنی، فردی که منبع است در این گزارش، میآید در یک مصاحبه یک چیز میگه، در مصاحبه دیگر رد میکنه گفته های خودش. تاکید اینا بر فعلا این است که ای آمار حقیقت نداره و اینا با 550 نفر مصاحبه انجام داده. پس خانم رسول، بنابر گفته های شما، پیش از این هم در گذشته ها آزار اذیت اطفال و خصوص بچه بازی در افغانستان در پیش از این رایج بوده. این موضوع در این زمینه تا امروز چقدر مبارزه جدی صورت گرفته؟ ما رد نمیکنیم که در جغرافیای افغانستان هیچ آزار و اذیت امکان نداره که رخ بده. من بیشترم در پاسخ به سوال اول شما گفتم که ما قضایای آزار و اذیت جنسی و اقدام با آزار و اذیت جنسی دانش آموزان در محیط‌های آموزشی داشتیم. سال گذشته تازه ترین موردش بود که بر ما گزارش رسید و ما اقدام کردیم. طبیعی است او کارمند عملا مجازات شد به لحاظ قانون.
و از خانوادهش هم ما خواستار ای شدیم که اگر اجازه اونا باشه، چون بحث آینده کودکشان مطرح بود، اگر اونا میخواییم قضیه میشه که به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان راجع شود. در یک چنین موارد ما بسیار جدی هستیم، جدیتر از هر فرد دیگه در افغانستان، چون مسئولیت اطفال افغانستان وقتی داخل محیط مکتب و مدرسه میشن بر ما برمیگرده. ما مکلفیت به این داریم که مسئولیت اینا را از هر لحاظ تأمین بکنیم، هم تعلیم بدیم هم تربیت بدیم. اگر یک کارمند ما یک کار خلاف ارزش های اخلاقی را در داخل محیط آموزشی انجام میده بدون شک در قسمت ما مسئولیت داریم که اقدام بکنیم و مجازات بکنیم کارمند ما را. ولی درد ما بر این است که چرا یک فردی غیر مسئولانه؟ درست است که مسائل تابو است، من موافق هستم با آقای پدرام و ما حمایت میکنیم از هر آن صدایی که بلند شود در این قسمت و واقعیت را انعکاس بده، ولی نه صدایی که بالاخره واقعیت ها را به شکل وارونه انعکاس بده و پیامده. در کنار موضوع ولایت لوگر، در کنار موضوع ولایت لوگر، تا امروز با پدیده آزار و اذیت جنسی دانش آموزان تا امروز چقدر مبارزه جدی تا امروز صورت گرفته؟ من پیشتر خدمت شما عرض کردم تمام قضایایی که برای ما گزارش شده، اگر کارمند ما اقدام به آزار و اذیت جنسی یک شاگرد کرده و یا هم چون این هدفی را داشته، وقتی ما مطلع شدیم، وقتی اما از طریق بخش های نظارتی ما به این حقیقت رسیدیم، بدون شک مجازات شده. کارمند ما حتی منفک شده. بله. ما اقدام خود ما را انجام دادیم، موارد را داریم که قضایا را ما به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان راجع کردیم. از اون طریق پیگیری شده و تحقیق شده، چون مسئولیت اوناست در قسمت. ولی این گزارش برای ما قابل قبول نیست. ما باز هم خواستار از این هستیم، ما تحقیق خودمون را باز هم انجام میدیم، بررسی میکنیم. اگر فردی در این قسمت مقصر بود، کارمند وزارت معارف، این را مردم عزیز افغانستان باید مطمئن باشند که او حتما مجازات میشه. ولی اگر آمار و ارقام این گزارش ناقص است و فردی غیر مسئولانه آمده یک چیزی را به خاطر مطرح شدن خودش و به خاطر مسائل و مفاد فردی خودش، مطرح شدنش در بین افغانستان و مدیایی شدن خودش مطرح کرده، باز اونا هم باید پاسخگو باشند در مقابل قانون. بله. آقای پدرام، حالا که این گزارش را کاملا خانم نهضت رد میکنه، برابر گفته های خانم نهضت، مسئولیت اصلی و جدی پیگیری این مسئله غیر از وزارت معارف و مجلس نمایندگان به کی برمیگرده؟ مسئولیت اول به شخص اول مملکت آقای غنی رئیس حکومت وحدت ملی برمیگرده. حضرت عمر فاروق که آقای غنی بی دلیل و به دروغ خود را دنبال رو او میدانه، پسری داشت. در مصر شراب نوشید. امرؤاس والی مصر بود. به سبب اینکه عبدالرحمن نام پسر حضرت عمر بود. به سبب اینکه پسر امیرالمؤمنین خلیفه مسلمانانه، او را به خانه خواست و شلاق زد. خبر به گوش عمر فاروق رسید. عمر فاروق فوراً نامه نوشت به امرؤاس که فوراً عبدالرحمن را به مدینه بفرست. تو از کی تا بال در برای جاری کردن حکم خدا بین امت تفاوت قائل میشی؟ عبدالرحمن رو میاره به مدینه و در محضر عام پسرش رو شلاق میزنه. آقای غنی رئیس حکومت وحدت ملی اتهامات آزار جنسی که بر اطرافیانش در ارگ وارد بود، هرگز جرأت نکرد که اونا رو تحقیق بکنه و بعد گزارش منتشر بکنه که همه این مردم بدانن که آیا این اتهامات دروغ و بی اساس بوده یا متاسفانه واقعیت‌های تلخی است که کسی جرأت گفتنش نداره. مسئول اول آقای غنی است. کفر چو از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی؟ وقتی که در ارگ ریاست جمهوری چون این اتفاقاتی میفته و چون این اتهامات جدی از طرف مشاوران نزدیک آقای غنی بر آقای غنی و اطرافیانش وارد میشه، شما دیگه برین تا ته داستان تلخ. بنابراین مسئولیت اول به دوش زعیم مملکته، چون مسئول تمام اموریه که در گستره حکومتش اتفاق میفته، چه در معارف، چه در بازار، چه در هر کجای این سرزمین. من تقصیر این موضوع را قطعا به گردن معارف نمیندازم. در رأس وزارت معارف جوان بسیار نیکنام، توانمند و کارکن است به نام آقای بلخی. اگر اتفاق در لوگر یا بدخشان یا هرات یا هر جای گوشه دیگر این سرزمین در مکاتب میفته، این دلیلش
وزارت معارف نیست که دلیلش متاسفانه اون فرهنگ زشتی است که از سالیان سال برای این مردم به ارث مانده و به سبب ممنوع بودن و تابو بودن کسی جرأت مطرح کردن و پیگیری کردن اون را نداشته. آقای پدرام، حالا که شما میگین مسئولیت اولی و اصلی برمیگرده به حکومت افغانستان آقای محمد اشرف غنی، از سالها پیش همچنان موضوع بچه‌بازی در افغانستان رایج بوده و ادامه داشته. در این زمینه تا امروز از سوی حکومت وحدت ملی که 5 سال از کار حکومت وحدت ملی گذشت، چقدر مبارزه جدی در این زمینه صورت گرفت؟ اگر هم صورت گرفته، پس چرا هنوز هم این پدیده کاهش پیدا نکرده بلکه ادامه داره؟ ما همونطور که پیشتر عرض کردم، پدیده آزار جنسی محدود به آزار جنسی پسران و اصطلاحاً بچه بازی نمیشه، بلکه بانوان ره، بلکه کارمندان ره، همه ره در بر میگیره. و متاسفانه گفتم اتهامات بسیار جدی که مشاور پیشین آقای غنی برو وارد کرد، چرا هیچگاه به صورت جدی پیگیری نشد و چرا گزارشش با مردم در میان گذاشته نشد؟ وقتی شما در ارگ میبینید چون این اتفاقات میفته و کسی نیست که پیگیری بکنه، قطعا جرأت و جسارت پیدا میکنن هر کس در هر گوشه ای که هست. و این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که متاسفانه ما به سبب این بافت سنتی و متاسفانه در بعض جا البته سنت و انعنات ما بر دین پیشی گرفته، به سبب این بافت بسیار سنتی و عنعنوی این موضوعات رو مطرح نمی کنیم. می ترسیم به یک نفری، بسیار می بخشین، به یک نفری گفتن که انگلیسی هم یاد داری؟ گفتن که ها یاد دارم. گفتن که بشمار. گفتن که 1, 2, 3, 4, 5 نعوذن بالله، ببخشین، نعوذن بالله 6. ما همیشه متاسفانه جرأت و جسارت مطرح کردن چنین مشکلات بسیار مهمی رو پیدا نکردیم و پشت متاسفانه پرده گذاشتیم. آقای پدرام، حالا این نظر اذیت جنسی 540 دانش آموز از ولایت لوگر که تازه به بیرون به رسانه ها بخصوص به سایت های اجتماعی درس کرده، این موضوع چقدر میتونه در شرایط کنونی تاثیر بد بر جا بگذاره؟ تاثیر بد بر جا گذاشته، تاثیر بد بر جا گذاشته. من به سخنگوی وزارت معارف توصیه میکنم که قطعا زود به داوری ننشینن، حکم صادر نکنن. اتفاقا طرح چنین موضوعات خوب است که این موضوعات مطرح بشه. و ایرم میگون که آقای محمودی رئیس نادای مدنی لوگر حرف خود پس نگرفته، او به نوعی توجیه کرده و آدم به شدت تحت فشاره. باید چنین موضوعاتی مطرح بشه تا اینکه ریشیابی بشه و کم کم گم بشه. خانم نصر، بسیار کوتاه اگر شما را هم اشاره بکنین، اقدامات جدی وزارت معارف در این زمینه چی است که روی دست گرفته؟ دو اشاره کوتاه دارم به سخنهای آقای پدرام. من یک توصیه به آقای پدرام میکنم که شما هم عجولانه قضاوت نکنین تا ای که برملا نشده تمام روش هایی را که اینا استفاده کردن در این تحقیق و روشن نشده که چه تعدادی از این اطفالی که اینا مصاحبه کردن برای اقداماتی که وزارت معارف در این زمینه چه تعدادش اطفال کارگر بودن، اینا هم عجولانه قضاوت نکنن. ما از زمانی که همچی یک مسئله برای ما رسید، ما هیئت را تعیین کردیم. در ترکیب هیئت نماینده ارشد وزارت معارف حضور دارن. امروز هم وزیر معارف با والی لوگر، با نماینده های ولایت لوگر در پارلمان، در مجلس سنا و نماینده های شورای تشکر. ولایتی دیدار کردن و خواستار پیگیری جدی قضیه شدن. تشکر. خانم نوریه نهضت سخنگوی وزارت معارف و آقای عبیب رحمان پدرام عضو مجلس نمایندگان از حضورتان به برنامه. سلام. برنامه پس از خبر هم در همینجا به پایان رسید. سپاس از همراهیتان. تا پایان برنامه وقت خوش. خدا نگهدار.